پاملا و نیکی برای اعزام به یک ماموریت دیپلماتیک آماده می شوند. این دو گاو از جمله گاوهایی هستند که قرار است به قطر فرستاده شوند. قطر ماهاست که از سوی همسایگان عربش طرد شده و به همین دلیل قصد دارد در زمینه ی تامین مایحتاج لبنی به خود کفایی برسد. یک شرکت بین المللی قرار است چندین رأس گاو از نژاد آلمانی هولشتاین را از این مزرعه در مجارستان به همراه چند مربی آمریکایی به قطر اعزام کند. من خودم اونجا میرم تا روی کارها نظارت داشته باشم، اینکه گاوا درست تغذیه بشن و مطمئن بشم که در شرایط خوبی به سر میبرن. کیلاب قرار است به نیروهای محلی روش‌های درست نگهداری از گاوها، غذا دادن به آنها و طرز دوشیدنشان را آموزش دهد. همه این کارها خیلی برام هیجان انگیزه. من خوشحالم که بخشی از این پروژه هستم. البته برای قطر مسئله خیلی بیشتر از تهیه شیر است. این گاوها نماد استقلال و قدرت یک کشور منزوی اما ثروتمند هستند. با این حال 8 هفته انزوای اقتصادی حتی خزانه قطر را هم تحت تأثیر قرار داده. این وضعیت نه برای ما و نه برای کشورهای دیگه خوبه، چه برسه به مردم. این شرایط برای ما جدیده. تا به اینجا هم این وضعیت به ما زخم زده و ردش سالها باقی میمونه. هم ما ضرر میکنیم و هم اونا. از نظر مالی هیچ کدوممون سود نمیبریم. قطر هفته نهم انزوا را طی می‌کند. تنها مرز زمینی این کشور که با عربستان است به شدت سوت و کور شده. تا قبل از تحریم‌ها روزانه تا 700 کامیون از این مرز رد می‌شدند. قطر تقریباً 80% از مواد غذایی مورد نیازش را وارد می‌کرد. این مرز حالا بسته شده و به جای آن واردات از طریق هوایی به مقصد دوحه صورت می‌گیرد. این گاوها همزمان هم سمبل غرور و هم سمبل سرکشی هستند. اندکی بعد از فرود در فرودگاه دوحه با پاشیدن آب روی گاوها آنها را خنک می‌کنند. بعد هم 11 کامیون آنها را به جایی که قرار است نگهداری شوند منتقل می‌کنند. بعد از یک سفر هوایی 12 ساعته تیم راهی شده از اروپا هم خسته و کوفته به این مزرعه کویری می‌رسند و از گرما به کولر پناه می‌برند. به گاوا اینجا خوش خواهد گذشت، برای اینکه ما شرایط آب و هوایی رو اینجا خیلی بهتر از شما توی اروپا تحت کنترل داریم. ما اینجا یه دمای ثابت داریم و بهترین شرایط رو هم برای گاوا مهیا میکنیم و بهترین شیر رو هم از اونا میگیریم. بازار دوحه در آخر شب هم علارغم گرمای 40 درجه همچنان پر جنب و جوش است. اما مردم عادی در مورد گاوهای وارداتی از اروپا چه میگویند؟ والله تقريبا ما اعرف بس انه يعني زين يعني جايبين بقره شكل اظن يمكن يسوون منتج محلي ده دولتي راح توفر لي كذا المعيشه في غضون ايام وراح تجيبها لي من برا تعتبر دوله ناجحه مش مبسوط طبعا احنا انت طبعا عارف ان هي دول كلها شقيقه يعني مش مبسوط ان احنا بس مبسوط للبلد يعني كانها تكون عندها اكتفاء ذاتي من كل شيء قطر مثل همیشه فراتر از چارچوب فکر می‌کند. قرار است تا آخر این ماه 4000 رأس گاو از طریق هوایی وارد کشور شوند. غرور یک کشور حالا با پستان این گاوها پیوند خورده. آن هم کشوری که هم می‌خواهد و هم مجبور است که وابستگی‌اش را به همسایگانش قطع کند. کیلاب قرار است دوشیدن شیر را به کارمندان محلی آموزش بدهد. اینجا هوا گرم و شرجیه و من کاملا خیس عرق شدم. اینجا خیلی بزرگتر از اون چیزیه که فکرشو میکردم. اما کیفیت این مزرعه خوبه و به نظر میاد کارمندان میدونن دارن چی کار میکنن. فکر کنم گاوا دست خوب کسایی افتادن. غذای این گاوها هم باید از اروپا وارد شود. مجموعاً 7000 نفر در این مزرعه کار میکنن. این سالن تازه 3 هفته پیش ساخته شده و قرار است 30 سالن دیگر هم ساخته شوند. باد خنک، دمای 25 درجه سانتیگراد و نور روز و شب همه با یک دکمه در این سالن به طور مصنوعی ایجاد می شوند. جان دور متخصص ایرلندی هدایت این پروژه را بر عهده دارد. هدف ما اینه که قطر را هرچه سریعتر مستقل کنیم. نوعی از تب و تاب میهن پرستانه مردم اینجا رو فرا گرفته و خوبه که آدم بخشی از اون باشه. در 10 ماه آینده 25 هزار رأس گاو در اینجا شیر تولید میکنن. قطر حتی به فکر صادرات است.
ما علم انجام این کار رو داریم و میتونیم عملیش کنیم. سرمایه لازم رو هم برای انجامش داریم. قانون طلایی میگه وقتی پول داشته باشی هر کاری بخوای میتونی بکنی بدون اینکه برات مهم باشه همسایه‌ها در موردت چی فکر میکنن. واردات گاو به قطر از طریق بخش خصوصی است، اما دولت هم از آن حمایت میکند. خیلی ها در بی‌صرفه بودن این کار شک دارند، اما برای کشور کوچک اما مغرور قطر این موضوع در درجه دوم اهمیت قرار دارد. قطر پست بلاکید از نات سیم قطر پری بلاک. قطر بعد از تحریم ها دیگه اون قطر قبلی نیست. قطر مستقل و خودکفا خواهد شد. صنعت ما شکوفا میشه. این ماجرای گاو ها فقط تکه کوچکی از این پازله. شرایط سخت موجب خلاقیت می شود و پول حلال مشکلات است. شاید پروژه صادرات گاو به کویر به نظر غیر ممکن بیاید، اما قطر با این پروژه می خواهد به همسایه ها بگوید که ما می توانیم علاوه بر نفت و گاز شیر و عسل هم صادر کنیم.